سید عارف نصر الله رئیس بخش روابط عمومی دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی با علامه سید جعفر قزوینی فرزند علامه سید محمد کاظم قزوینی دیدار کرد طرفین در این دیدار در مورد برخی مسائل جهان اسلام و شیعه به بحث و تبادل نظر پرداختند در همین راستا سید عارف نصر الله در این دیدار گفت ایده غدیر نشان دهنده تشیع واقعی و تشیع جعلی است بر همین اساس وی بر لزوم خوشحالی و شادی مسلمانان به ویژه شیعیان در روز غدیر برابر با هجده زل زلحج تأکید کرد و لزوم تعطیل بودن این روز را به ویژه در کشور عراق بیان داشت طرف این در ادامه با یادآوری برخی حوادث تاریخی از جمله اتفاقات رخ داده در دوران حزب بعث سابق در عراق خصوصا در برخورد با شیعیان و مقابل با مناسبت دینی از جمله اید غدیر برخی مطالب را بیان کرده و مرور نمودند سازمان بین المللی نفی خشونت مسلمان آزاده در روز بزرگداشت مبارزه با سخنان نفرت انگیز بر اهمیت مقابله با آن در همه اشکال آن و ترویج اصول آن و بردباری و همزیستی مسالمت آمیز تاکید کرد این سازمان در بیانیه اظهار داشت این روز فرصتی تعیین کننده برای تشدید تلاش ها با هدف مبارزه با نفرت و خشونت در زمینه های فرقی یا نجات پرستانه است. این بیانیه در افزود، سازمان بین المللی مسلمان آزاده با استفاده از بسترهای رسانه خود به دنبال تحکیم و اشاعه ارزش های مدارا و نفی خشونت در بین بشریت بدون توجه به نژاد یا وابستگی های فکری، فرهنگی و مذهبی است، در همین راستا سازمان جهانی مسلمان آزاده از همه سازمان های حقوق بشری و بشر دوستان خواست تا با برگزاری رویدادها و فعالیتهایی به منظور ارتقای تساهل همدلی و همکاری بین افراد و جوامع در بزرگداشت این روز جهانی مشارکت کنند و در عین حال بر اهمیت این روز تاکید نمایند این سازمان در نهایت در بیانیه خود با تایید تعهد مستمر خود به کار برای جهانی آری از نفرت و خشونت از همه خواست تا در برابر چالش هایی که ارزش های همزیستی مسالمت آمیز و تنوع فرهنگی را تهدید می کند کنار هم بیستند. خبری از شهر مقدس کربلا حرم متحر امام حسین علیه السلام از آغاز مقدمات اولین همایش علمی بین المللی با عنوان ابعاد تربیتی و اجتماعی در میراس امام زین العابدین علیه السلام خبر داد در همین راستا غسان الخرسان رئیس بنیاد مطالعات و تحقیقات امام زین العابدین علیه السلام در آستان مقدس حسینی طی بیانی ای از آغاز مقدمات برای برگزاری این مراسم خبر داد لازم به ذکر است این همایش در تاریخ سیوم تا سی او مهر ماه آینده زیر نظر بنیاد مطالعات و تحقیقات امام زین العابدین علیه السلام و با همکاری دانشگاه واسط برگزار خواهد شد گفتنی شعار این همایش نیم نگاهی به میراث امام زین العابدین علیه السلام می باشد شاین ذکر است هدف از برگزاری این همایش بررسی میراس امام زین العابدین علیه السلام و تبیین نور مبارک آن حضرت در بعد آموزشی اجتماعی و نیز ارتقای همکاری های پژوهشی بین محققان، پژوهشگران، مؤسسات علمی و دانشگاهی شرکت کننده در کنفرانس می باشد. گفتنیست آخرین مهلت ارسال پژوهش‌ها برای شرکت در این همایش 24 شهریور است. <applause> به نقل از مقامات آمریکایی ارتش آمریکا اواخر ماه گذشته میلادی رهبر سنیهای تندروی داعش در سومالی را هدف قرار داده است هرچند که هنوز مشخص نیست او کشته شده است یا نه گفتنی است آمریکا پیش از این عبدالقادر مؤمن را به عنوان سرکرده یک گروه سنیهای تندروی داعش شاخه سومالی اعلام کرده بود اما دو مقام آمریکایی میگویند که سال گذشته او در سکوت به عنوان سرکرده اصلی گروه تروریستی سنیهای تندروی داعش در جهان تعیین شده است فرماندهی ارتش آمریکا در آفریقا آفریکام سی کم یکم ماه می در بیانیه از حمله هوایی به شبه نظامیان سنی تندروی داعش در 81 کیلومتری جنوب شرق بوساسو در سومالی و کشته شدن سه شبه نظامی در این حمله خبر داده بود در این بیانیه مشخص نشده بود که چه کسانی در این حمله هدف حمله بوده و کشته شدند بر اساس گزارش ان بی نیوز سه مقام آمریکایی اکنون میگویند که عبدالقادر مؤمن هدف این حمله بوده هرچند که تاییدی در کشته شدن وی ندارد یک مقام ارشد پنتاگون نیز گفته که شاخه گروهک سنی های تندروی داعش در سومالی کوچک است و تنها صد تا دویست نیرو دارد که همگی در شمال سومالی مستقر هستند اما در دیگر نقاط آفریقا مثل لیبی، کنگو و موزامبیک نیز شاخه های داعش فعال هستند بنابر گزارشات رسیده از یک مؤسسه خیریه در بریتانیا به دلیل طرح اتحاد کودکان در مناطق جنگی راه نجات ندارند و باید منتظر باشند تا به طور خانوادگی از این مناطق خارج شوند این مؤسسه خیریه در ادامه گفت به دلیل امتناع بریتانیا از تسهیل قوانین ویزای پناهندگی در مناطق جنگی بسیاری از کودکان از این مناطق امکان خروج ندارند و گویا به دام افتادند این مؤسسه خیریه که از مهاجران آسیب پذیر حمایت می کند طرح اتحاد خانواده که بریتانیا مبدع آن بود را شکست خورده و اشتباه فاحش دانست و آن را سبب گیر افتادن کودکان در مناطق جنگی به حساب آورد. به گفته یه این مؤسسه خیریه این طرح سبب می شود کودکان در معرض خطر قاچاق یا حتی مرگ قرار گیرند. به عنوان مثال از زمان درگیری در سودان در آوریل 2023 این مؤسسه از 14 کودک حمایت می کرد که تنها دو نفر از آنها توانستند وارد خاک بریتانیا شوند. و خبر دیگری از قاره آفریقا جنگ و تغییرات اقلیمی سودان را به بحران بی آبی نیز کشانده است در دارفور شمالی برخی از خانواده ها مجبور هستند هر روز چهارده کیلومتر پیاده روی می کنند تا برای خانواده آب بیاورند 65 هزار نفر از ساکنان اردوگاه آوارگان سورتونی در حالی که دمای هوا از چهل درجه سانتیگراد فراتر می رود در زیر نور خورشید در طوفان جنگ بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی نیز قرار دارند گفتنی است بیش از یک سال پیش زمانی که اولین گلوله ها به صدا درآمد اکثر گروه های کمک رسان خارجی از جمله گروهی که ایستگاه آب محلی سورتونی را اداره می کرد دیگر نمی توانستند فعالیت کنند و ساکنان به حال خود رها شدند لازم به ذکر است که این کشور به طور کلی با وجود منابع آبی فراوانش از جمله رودخانه قدرتمند نیل با کمبود آب غریبه نیست بر اثر برخورد دو قطار در ایالت بنگال غربی در شرق هند هشت نفر کشته و حدود 25 نفر دیگر مجروح شدند صبح امروز دوشنبه یک قطار باری با قطار مسافر باری در منطقه نیو چالباگیروی با یک دیگر برخورد کردن تصاویری از محل وقوع این تصادف منتشر نشده ببخشید تصاویری از محل وقوع این تصادف منتشر شده و در آن یک واگن قطار سریوسه سر را میتواندید که در هوا معلق است هنوز مشخص نیست که چه چیزی منجر به این تصادف شده اما مقام ها میگویند تحقیقات دقیقی را در این زمینه انجام خواهند داد مقام های محلی گفتند که آمبولانس ها و تیم های امدادی برای نجات مسافران به محل اعزام شده اند گفتنی سه سال گذشته در این تصادف ببخشید سال گذشته در یک تصادف ویرانگر سه قطار در ایالت شرقی اودیشا با هم برخورد کردند که حدود دویست نفر کشته و بیش از یک هزار نفر زخمی شدند. و اما خبر پایانی امشب بر اساس یک مطالعه جدید تنها با خوردن غذاهای بیشتر از بین چهار الگوی غذایی سالم می توانید خطر مرگ زود هنگام خود را به هر دلیلی نزدیک به 20 درصد کاهش دهید این پژوهش که در مجله بین المللی پزشکی جامع منتشر شده نشان می دهد افرادی که با دقت بیشتری از هر یک از الگوهای تغذیه سالم پیروی کردند احتمال مرگ آنها ناشی از سرطان بیماری های قلبی و عروقی و همچنین بیماری های تنفسی و عصبی کمتر بوده است. بر اساس این مطالعه افراد باید بر مصرف بیشتر غلات کامل میوه ها، سبزیجات، آجیل و حبوبات تمرکز کنند در همین راستا دکتر فرانک هو از نویسندگانی مقاله میگوید مردم معمولا از یک روش غذا خوردن خسته میشوند و این خبر خوبی است چرا که باعث میشود ما به سراغ الگوهای غذایی متنوعی برویم حال اگر این الگوها با ترجیحات غذای سالم همراه باشد می تواند نتایج مثبتی برای سلامتی داشته باشد فرانک هو که استاد تغذیه در دانشگاه هاروارد است در ادامه می افزاید مثلا اگر شما از رژیم مدیترانه پیروی می کنید و بعد از چند ماه می خواهید چیز متفاوتی را امتحان کنید می توانید به سراغ رژیم غذایی داش روی کردهای غذایی برای توقف فشار خون بالا بروید یا می توانید یک رژیم غذایی نیمه گیاهی را امتحان کنید.